سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد الناز شاکردوست، هنرمند محبوب کشورمون. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید و با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. در این ویدیو بیوگرافی الناز شاکردوست، سوپر استار سینمای کشور ایران رو مرور می‌کنیم. الناز شاکردوست پرحاشیه بوده و هست، اما در آن سو نیز وی بانوی انسان دوست و خونگرمه. در واقع الناز شاکردوست از آن دست بازیگرانی نیست که در عین معروف بودن با بدی از او یاد بشه. در لاک و محدوده خودش زندگی می‌کنه و کارنامه کامل و خوبی هم در سینما داره. در ادامه با ما همراه باشید تا جزئیات بیشتری از این هنرمند رو بهتون ارائه بدیم. الناز شاکردوست، طراح صحنه و لباس و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر، سال 1363 در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهرانه. شاکردوست بازیگری رو با تئاتر آغاز کرد و با بازی در فیلم گل یخ در سال 83 از کیومرث پوراحمد پا به عرصه سینما گذاشت. الناز شاکردوست جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم سان فرانسیسکو ایالات متحده رو در کارنامه خودش داره. سینمای رمانتیک دهه 80 بیشک یکی از پرستاره ترین دهه های سینمای کشور ایرانه که به نوعی میشه گفت هنوز هم با نام هاشون شناخته میشه. یکی از این نام ها الناز شاکردوست بود. دوگانه او با محمد رضا گلزار و امینه حیایی پرطرفدارترین آثار سینمای آن روزها را رقم می‌زد. شاکردوست با وجود سن کمش یکی از بازیگران با تجربه سینما محسوب میشه. او زمانی که تنها 30 سال داشت سابقه نقش آفرینی در 34 فیلم سینمایی رو یدک میکشید. با وجود تحول در سبک و سیاق سینمای کشور ایران و ظهور ستاره های جدید، الناز شاکردوست هنوز طرفداران خودش رو داره. البته مدتی کم کارتر یا بهتره بگوییم گزیده کار شده. سینما دوستان حتما نقش آفرینی الناز شاکردوست در آثاری همچون گل یخ، عروس فراری، بیوفا رو به یاد میارن. الناز شاکردوست تو محله پاسداران تهران متولد شده. او یک برادر بزرگتر به نام علی و یک خواهر کوچکتر از خودش به نام الیکا داره. الناز علاقه شدیدی به خانواده داره و بیشتر لحظات عمرش رو در کنار اونها میگذرونه. به طور کلی کمتر در اذهان عمومی دیده میشه و بیشتر زندگیش در خانه پدری به ورزش، مطالعه و تماشای فیلم و همنشینی با خانواده میگذره. از کودکی عاشق نواختن پیانو و بازی کردن بود، به طوری که همه اطرافیان پی به استعداد او برده بودند. با اینکه کسی مانع ورود او به دنیای هنر نبود، در دوره دبیرستان رشته ریاضی رو انتخاب کرد و دیپلمش رو با معدل 19 و 23 گرفت. اما علاقش به هنر نهایتاً غلبه کرد و در کنکور هنر شرکت کرد. شاکردوست تحصیلاتش رو در رشته نمایش و طراحی صحنه در دانشکده هنر و معماری پایتخت ادامه داد. جالب اینجاست که هنوز دوره لیسانسش به اتمام نرسیده بود که تبدیل به یک ستاره سینما شد. اما شهرت مانع ادامه تحصیل وی نشد. شاکردوست چندین سال بعد تحصیلات تکمیلیش در رشته هنر رو در لندن ادامه داد. فعالیت بازیگری الناز شاکردوست بعد از ورود به دانشگاه از تئاتر آغاز شد. کیومرث پوراحمد که بازی او را در صحنه های تئاتر دیده بود، برای بازی در فیلم جدیدش از او دعوت به عمل آورد. به این ترتیب الناز شاکردوست در سال 1383 با بازی در فیلم گل یخ به نویسندگی و کارگردانی پوراحمد پا به عرصه سینما گذاشت و ظرف کمتر از یک سال در 4 فیلم سینمایی حضور پیدا کرد. شاکردوست به واسطه چهره خاص و زیباش خیلی زود محبوب و تبدیل به یکی از جوانهای اول سینمای کشور ایران شد. الناز جوان در تجربه دومش مجردها بازی متفاوتی از خودش به نمایش گذاشت. بعد از آن هم در عروس فراری برای نخستین بار در مقابل امین حیایی قرار گرفت. زوج او با امین حیایی و محمد رضا گلزار بارها در آثاری همچون چه کسی امیر را کشت، مجنون لیلی، دو خواهر و آتش بازی تکرار شد. او با شروع دهه 90 فصل جدیدی از زندگی هنریش را آغاز کرد. شاکردوست با حضور در آثاری همچون مبارک، انیمیشن، اسب سفید سلطان، خفگی و سراسر شب نشان داد که به دنبال تجربه های کاملا نو و تازه است. وی تاکنون بارها برای دریافت جایزه بهترین بازیگری در جشنواره های انجمن منتقدین، خانه سینما و جشنواره فیلم فجر نامزد شده. در سال 94 نیز نخستین جایزه بازیگریش رو برای بازی در فیلم تابو از جشنواره فیلم سان فرانسیسکو دریافت کرد.
منهای فعالیت‌های سینمایی الناز شاکردوست خارج از حیطه بازیگری نخواهد بود. تنها شغل و فعالیت جدی او بازیگری است و به جز دوره‌های کوتاه فعالیت به عنوان مدلینگ از این حرفه‌ها پا فراتر نذاشته. الناز شاکردوست با نقش‌آفرینی در مجموعه‌های قلب یخی محمد حسین لطیفی برای نخستین بار در مدیومی غیر از سینما دیده شد. مدتی هم خبر ساخت مجموعه تلویزیونی به نام میهن من با بازی وی منتشر شد که البته پخش آن در حاله ای از ابهام قرار دارد. شاکردوست در سال 96 با بازی در نمایش گمگور پس از سالها به صحنه تئاتر بازگشت. گمگور نمایشی بود به کارگردانی امیر مهندسیان که امیر جعفری و الناز شاکردوست بازیگران اصلی آن بودند. الناز شاکردوست از عدم نیاز مالیش به سینما و همچنین دردسرهای چشم رنگی بودنش میگه. متاسفانه باید بگویم یک سری نان چشم رنگی بودن خود را میخورن، اما من چوبشو خوردم. برخی منتقدان و کارگردانان همیشه گفتن که توانایی بازیگری من در پس چشم رنگی بودنم پنهان شده. در واقع خیلی اوقات چهرم از بازیم پیشی گرفته. سعی کردم با نگفتن به خیلی پولها و کارها، آن هم در سن و سالی که دارم، ثابت کنم اینطور نیست که من فقط بخوام پولی بگیرم و بازی بکنم. همین مسئله باعث شده کارگردان ها نسبت به من ترس داشته باشن. خیلی وقت دیگه به خاطر دیده شدن و پول کار نمی کنم. خدا رو شکر همیشه خانواده خوبی داشتم و هیچ وقت به خاطر ثروت بازیگر نشدم. حتی نخستین فیلمی رو که برای قراردادش رفتم با ماشینی رفتم که پدرم برام خریده بود. سال 96 یک اتفاق وخیم برای الناز شاکردوست و اهالی سینما به همراه داشت. الناز شاکردوست در پشت صحنه فیلم سینمایی دو طبقه روی پیلوت دچار سانحه‌ای خطرناک شد و مدتی زیاد در بیمارستان به سر می‌برد. وی از ناحیه کمر و از ارتفاع 1.5 متری به زمین افتاد و آسیب جدی به مهره‌های ستون فقراتش وارد شد. جمع کثیری از هنرمندان و ورزشکاران در بیمارستان از بازیگر محبوب عیادت کردند، اما خبری از عوامل فیلم نبود. شاکردوست با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش نوشت: حال مقصرین الان چطوره؟ دیگه نمیکشم. اون در پستی دیگه اعلام کرد که حتی یک نفر از عوامل آن پروژه حالش رو هم نپرسیده. خوشبختانه پس از مدتی حال بازیگر خوب کشورمون رو به التیام رفت. این تنها حادثه سینمایی پیش آمده برای شاکردوست نبود. در سال 93 وقتی الناز شاکردوست در سکانسی از فیلم تابو ایفای نقش میکرد، به یک باره به سمت دریا کشیده شد و تا مرز غرق شدن رفت. نگهبانی که تصادفاً در آن نزدیکی بود به دل آب زد و او را نجات داد. شاکردوست میگه بعد از آن اتفاق تا مدت‌ها وقتی زیر دوش حموم میرفتم احساس میکردم در حال غرق شدن هستم، یا شب‌های بسیاری خوابم نمی‌برد زیرا مدام حس میکردم دارم میرم زیر آب. شاکردوست معتقد تجربه مرگ باعث ایجاد تغییر و تحولات شدید در او و نگاهش به جهان شده. او بعد از اسب سفید سلطان نزدیک به 3 سال در هیچ پروژه سینمایی دیده نشد و در بیرون از کشور به تحصیل، مطالعه و تمرین بازیگری مشغول بود. این خودسازی بی تأثیر هم نبود. الناز شاکردوست در سال 95 حضور کاملا متفاوت و درخشانی در فیلم سینمایی خفگی داشت که برای بازی در آن فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما نیز شد. یکی از آرزوهای خانم بازیگر اینه که در میدان تجریش آسان و آسوده خاطر قدم بزنه بدون اینکه سنگینی یک نگاه رو حس بکنه. الناز شاکردوست میگه آرزوهایی دارم که برای تعداد زیادی از آدم‌ها اتفاق روزمره زندگیشونه و شاید اصلا به اونها فکرم نمی کنن. همان گونه که تعداد زیادی از آدم ها هم آرزوهایی دارن که زندگی روزمره ستارگانه، شاید به اونم فکر نکنن. الناز شاکردوست بعد از بازی در فیلم سینمایی رسوایی ساخته مسعود دهنمکی یادداشت شجاعانه ای رو منتشر کرد که به مزاق برخی خوش نیامد. او در نامه خطاب به مسئولان نوشت: نقش افسانه را در واقع زندگی کردم و روحم تا ابد در این نقش باقی میماند. میگه تنها دلخوشی من بیدار شدن به موقع روح‌های مملکتم ایران است. دلیل ظاهر شدن الناز شاکردوست در این نقش شنیدن آه همان دختری بود که بعد از گران شدن قیمت نان از خدا قهرش گرفت و از صف خارج شد و سوار مرکب فحشا شد و کسی نپرسید جواب خانه بینان چه میشود. خانم بازیگر به تناسب اندام خودش اهمیت زیادی میده. ورزش روزانش رو ترک نمی کنه. بدنسازی، تیاریکس و اسکی از ورزش های مورد علاقه شه.
او معتقد یوگا نیز یکی از ضروری ترین و مفیدترین فعالیت ها برای سلامت جسم و روحه. شاید براتون جالب باشه که گوهر خیراندیش یکی از صمیمی ترین دوست های الناز شاکردوسته. این دو هنرمند محبوب با وجود اختلاف سنی بیش از 20 سالشون مدت هاست رفقای صمیمی و درجه اول یکدیگر هستند. الناز شاکردوست بعد از خانواده و بازیگری فوتبال رو هم عاشقانه دوست داره. او طرفدار دو آتیشه تیم پرسپولیس تهرانه. فیلم شبی که ما کامل شد ساخته جدید نرگس آبیار یکی از مورد استقبال ترین فیلم های 37مین جشنواره فیلم فجر بود که در اکران سینمایی هم توانست با استقبال ویژه‌ای از سوی مخاطبان روبرو بشه. الناز شاکردوست با نقشی متفاوت در شبی که ماه کامل شد در کنار هوتن شکیبا خوش درخشید. خانم بازیگر به خاطر بازی تاثیرگذارش در فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد در 37مین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن شد و اون جایزه رو برنده شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعد خدایا رو نگهدار شما.